خانم آقایان، عمیانان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. کنفرانس غیر متعهدها، عمیانان گرامی، در میان تدابیر امنیتی شدید در ام القرای اسلام در تهران از امروز تشکیل شد. آقای سردار رادان، اون جانی درجه یک که به همراه یک جانی دیگر مثل سعید مرتضوی دست به جنایات بی رحمانه زدن، آخه جنایت هم میتونه یه خود توش رحم هم باشه، در همین دو سال پیش بچه های جوان رو بردن به کهریزک، کتکشون زدن، بهشون تجاوز کردن، بعد گفتن اینا مننژیت گرفته بودن، بعد دکتری که همه اینا رو داستاناش رو میدونی، دکتری که تکذیب کرد بود کشتنش، حالا این آدم شده قائم مقام ناجا، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی. مصاحبه کرده دیروز و گفته که ما 4 به اصطلاح دایره امنیتی برای برگزاری این کنفرانس ایجاد کردیم. یعنی در حقیقت اینا پایتخت رو و استانهای اطراف استان مرکزی رو هم در این دایره امنیتی خودشون قرار دادن. اولی از استان قم شروع میشه، استان قزوین، استان کرج، اون دایره اوله. دایره دوم میاد، حدود مشخص نکردن ولی گفته یک وسعت بیشتری میگیره، سومی و چهارمی تمام اون منطقه‌ای که کنفرانس و هتل‌ها و به اصطلاح خانه ها و ویله هایی که این میهمانان از 120 کشور در شرکت میکنن. در ابتدا گفتن تعداد میهمانان 3000 نفره. من در برنامه هم همینانی گرامی به این موضوع اشاره کردم که اگه 3000 نفر شما میهمان دارین، پس چرا به قول خودتون برای 6800 میهمان جا درست کردید؟ حالا معلوم شده نه خیر، 7000 نفر. فقط 250 نفر عضو هیئت نمایندگی هند و بسیاری از این کشورهای درجه 6 آفریقایی و حوزه به اصطلاح اقیانوس هند و آمریکای جنوبی که اصلا شما بعضی از اینا رو به گوشتون نخورده اسامیشون. اینا هر کدوم شنیدن که خب یک خان گسترده‌ای در ایران هست و قرار یک کنفرانس غیر متعهد هم تشکیل بشه و جمهوری جهل و جنون اسلامی هم برای نشان دادن هرچه باشکوه‌تر این کنفرانس براش مسئله خرج کردن اصلا مطرح نیست. و وقتی که هیئت نمایندگی رو دعوت میکنه میگه شما تا 200 نفر 250 نفر هم میتونید با خودتون بیارید، وگرنه در یک کنفرانس که 120 کشور به قول اینا شرکت دارن، اگر شما برای هر هیئت نمایندگی 10 نفر هم در نظر بگیرید، تعدادشون مشخص میشه، میشه مثلا 1000 رو فرض کنید 300-400. چرا 7000 نفر؟ این بر میگرده سر این مسئله که تمام کسانی که دستن در کاره برگزاری هرچه با شکوه در این کنفرانس هستن، قصد دارن ببینید چه جیب هایی پر میشه تو این مسئله. کسانی که در تدارک این کنفرانس بودن، کسانی که هتل رو نمیدونم این خانه ها و ویله ها رو برای اینا گرفتن، کسانی که به اینا غذا میدن، بلیط هواپیما گرفتن، کادوهای مخصوص خودشون رو آماده کردن به اینا بدن. ببینید چه خبره، چه خانه گسترده‌ای وجود داره و چه بخور بخوری این سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و وزارت خارجه ها و بیت رهبری و در رأسش، همه اینا
چه پولی به جیب خواهند زد از این ملت مظلومی که در فقر و بیچارگی داره دست پا میزنه. فقط یک رقم شنیدید که 100 تا اتومبیل بنز ضد گلوله اخیراً از آلمان خریدن، هر کدوم به مبلغ 1 میلیارد تومان. آوردیم خبرش هم خوندیم. یعنی تصور اینو بکنید که 100 میلیارد تومان فقط پول اتومبیل‌های بنز ضد گلوله رو دادن. حالا بقیه مسائل بگذاریم. پایتخت هم میدونید که خلوت کردن، به مردم گفتن که آقا شما اگر بخواییم بریم مسافرت 30 لیتر بنزین اضافه بهتون میدیم. حتی بعضی از کارمندان دولت رو تشویق کردن، بهشون کمک خرج هم میدن که به مسافرت برن. از این بازی ها که مخصوص جمهوری اسلامی. ابتدا اجازه بدید یه فیلمی رو از بی بی سی براتون پخش کنیم راجع به امنیت این کنفرانس و جب امنیتی که در اونجا به وجود آمده. این فیلم خیلی جالب. این فیلم رو میبینیم و بعد میپردازیم به بقیه قضایا. اما جالبترین کار اینه که همیهنان گرامی، این ملاها و روزخانها تصمیماتشون روز به روزه. ممکنه امروز بنا به مسائلی کارهایی که دیروز نفی میکردن بگن که نه اون کار غلط بوده، این کار درسته، و فردا بگن این کاری که دیروز کردیم غلط بود، کار قبلی درست بود. حالا از جمله در عرض این چند روز که کنفرانس قراره در تهران برگزار بشه، ناگهان اینا به یاد هنر افتادن. بسیاری از این سینماها، فیلمایی که درش نشون میدادن فیلمای قدیمی بود، بسیاری از این فیلمها رو سانسور کرده بودن، ولی حالا اجازه دادن که نه این فیلمها رو میتونی نشون بدی. حتی این ارکسترها و نمیدونم نوازندگان زیرزمینی که پاپ، برنامه های موسیقی پاپ اجرا میکردن، اینا رو هم بهشون اجازه دادن نه بیاین علنی هر کاری دلتون میخواد بکنید، کنسرت بذارید. بازار کنسرت توی تهران و شهرستان ها بسیار داغ شده. یه گزارشی هست مربوط به وزارت ارشاد، میگه وزارت ارشاد بامداد دوشنبه 6 شهریور اعلام کرد مجوز برای اجرای 14 برنامه موسیقی در تهران و شهرستان ها را برای روزهای اجلاس صادر کرد. این مجوز گروه های موسیقی را نیز شامل شده که تاکنون گروه های زیرزمینی موسیقی پاپ به شمار می رفتن. آقای نادر مرتضاپور رهبر ارکستر سمفونیک تهران می گوید همراه با 80 نوازنده سرگرم تمرین در تالار رودکی است تا در آیین گشایش و پایانی سران غیر متعهدها برنامه اجرا کنند. برج میلاد تهران نیست با نمایش فیلم های پرفروش، اجرای موسیقی و تئاتر طی این روزها پرکارترین دوران خود را می‌گذراند. افزون بر آن شهرداری تهران به مناسبت نشست تهران تندیس صلح از ساخته‌های محمد بگزاده را در برج میلاد نصب و رونمایی کرده. خیلی جالبه همینانی روزخان‌ها ناگهان به یاد هنر افتادند، تندیس برداشتن رو نمایی کردن، اجازه دادن فیلم هایی که تا به حال ممنوع بوده در سینما ها نشون داده بشه، تئاتر ها شروع کردن، موزه ها شروع کردن به کار کردن و اجازه دادن مردم برن موزه ها رو ببینن. حکومت آخوندیه دیگه، حکومت روزخان هاست. براتون یک بار این داستان رو گفتم که یه سگی داشت فرار میکرد، بهش گفتن آقا چیه، گفت گوشت تو شهر کمه و من میترسم منم ذبح کنن این که فرار میکنه. گفتن آقا تو سگی، گفت اگر اینان که با یه فتوا گوشت منم حلال میکنن. در جمهوری اسلامی که قبل از انقلاب میگفتن خاویار نه تنها مکروهه، بعضی وقتا گفتن حرامه، با یه فتوای آیت الله خمینی درست شد.
در خیلی از موارد اینا اجازه دادن، فتوا دادن که خیلی چیزایی رو که در زمان گذشته من میکردن آزاد کردن، از جمله بازی شطرنج، از جمله نگاه کردن به تلویزیون رو. اینه همیهنان گرامی، ما در یه همچین کشوری زندگی میکنیم که در این حال که امروز به فردا تصمیماتشون رو عوض میکنن، ولی دوباره پس فردا دوباره، حالا خیلی ها میگن، میگن بعد از این کنفرانس دوباره اوضاع برمیگرده به بگیر و ببند، راجع به موسیقی، راجع به تئاتر، راجع به سینما و راجع به بعضی آزادیهایی که این چند روز داده. مگه یادتون رفته هر زمان که انتخاباتی میخواست انجام بشه پیچ فشار رو شل میکردن، مردم میتونستن قشنگ بیان تو خیابون بدون ناراحتی، بدون آزار، بدون اذیت. نمیدونم زنهای میهن ما میتونستن روسریشون رو ببرن عقبتر، موشون رو بیشتر نشون بدن. به محض اینکه انتخابات تموم میشد، به محض اینکه این بازیهای حقه بازیهای آخوندی و روزخانی تمام میشد، دوباره پیچ و صفر میکرد. 33 سال مردم به این ترفندها آشنا نمیانن گرامی، همه میدونن، همه میدونن. اما همزمان با این گشایش در کارهای هنری، برنامه‌های روزخانی خودشون هم فراموش نکردن. مثلا برای برگزاری کنفرانس غیر متعهدها آمدن اتومبیل‌هایی رو که به قول اینا دانشمندان اتمی به وسیله استکبار جهانی و صهیونیستا بمبگذاری شد و کشته شد، در اطراف محل برگزاری کنفرانس ها قرار دادن، همطوری که میبینید، همراه با عکس شهدای این واقعه، که کسانی که در کنفرانس تهران شرکت میکنن شاهد باشن که چگونه استکبار جهانی و صهیونیست ها دانشمندان اتمی ایران رو کشتن. و فرزندان دو تا از این کشته شده ها رو قراره بیارن بهشون گل بدن، به تمام شرکت کنندگان در کنفرانس غیر متعهدها یک شاخه گل بدهند به عنوان نشانه ای از صلح طلبی ام القرای اسلامی. اما همیهنان گرامی، این آقایونی که اینقدر دلسوزی میکنن راجع به شهدای، در این حال که خب بالاخره اینا هم ایرانی بودن، ولی هزاران خانواده ایرانی رو که این جانوران روزخان عزیزانشون رو یا کشتن یا سربنیست کردن یا در شکنجهگاه ها به شهادت رسوندن، راجع به اونایی صحبتی نمی کنن. برای اینه که 4 تور امنیتی به وجود آوردن تا هیچ کس در داخل ایران اجازه پیدا نکنه مبادا با یکی از نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس تماس بگیره و به اینا بگه که آقا ببینید در اینجا که شما آمدید کنفرانس غیر متعهدها رو برگزار میکنید، این حکومت جانی چگونه با فرزندان میهن خودش رفتار میکنه؟ هیچ. و اظهار نظرهای این به اصطلاح نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سیاستمداران جمهوری اسلامی، دیدید که یکیشون نشون داد، گفت ما خوشحالیم که این نمایندگان خارجی آمدن و راجع به حقوق بشر از نزدیک میبینن، به تبلیغات رسانه‌های خارجی گوش نمی‌کنن، میبینن در داخل چه خبر. البته در اطراف این تور امنیتی، نه خارج از اون، چون اگر یکی از اینا، یکی از این هیئت‌های نمایندگی از جمله آقای بان کی‌مون که در این کنفرانس شرکت کرده، به اینا میگفت من میخوام از زندان‌ها ایران بازدید کنم، میگفت من دلم میخواد با این کسانی که خانواده هاشون، به خانواده هایی که پدرانشون، نمیدونم پسرانشون در زندان ها هستن، میخوام ملاقات کنم. اصلا اینا رو هم نمیگفتن، میگفتن ما دلمون میخواد بریم در منطقه زلزله زده ببینیم این زلزله که حادث شده، دولت قدر قدرت جمهوری اسلامی که یک کنفرانس رو مدیریت میکنه با 7000 شرکت کننده، بریم ببینیم آقا این مناطق زلزله زده اینا تونستن مدیریت بکنن، بیان بگن این 45 دانشجویی که 45 جوانی که رفته بودن برای کمک به زلزله زده ها، چرا اینا رو دستگیر کردید؟ میدونید دیشب چیکار کردن؟ اعلامیه صادر کرده دولت که علت دستگیری این دانشجویان و جوانانی که برای دادن کمک های مردمی به مناطق زلزله رفتن،
غذاهایی برای اینا بردن که تاریخ مصرفش گذشته. ببینید اینا چقدر دلسوزن. اینایی که مواد بیهوش کننده از چین، خبرش هست، از چین وارد کردن، در بعضی از این بیمارستان‌ها مریضایی رو که به حالت بیهوشی در آوردن برای که عمل جراحی کنن، این مواد بیهوش کننده چنان قلابی بوده که وسط کار جراحی مریض به هوش اومده و این میدونی خطر مرگ داره دیگه. بسیاری از این نخهای که برای نمیدونم مریض ها به کار میبرن برای اینکه بخیه بزنن، اینا قلابیه. بسیاری از داروها قدیمیه و قلابیه، خودشون تو گزارش های خودشون هست. حالا اینا دانشجویانی که رفتن دیدن که دولت ارزه مدیریت در مناطق زلزله زده رو نداره، رفتن به مردم کمک بکنن، چون میدونن اینا یه عده دزد و شارلاتان هن دیگه، کمک ها رو مستقیما به دست زلزله زده ها برسونن، همشون رو دستگیر کردن و گفتن اینا موادی که به مردم میدادن تاریخ مصرفش گذشته. چادرایی هم که میدادن تاریخ مصرفش گذشته بوده. با یکی از این دانشجوام که نتونستن دستگیرش کنن، خارج بوده، یعنی خارج از اون کمپا بوده، صحبت کردن، گفته ما مقدار زیادی آهک بردیم که این آهک‌ها رو بریزیم در مناطقی که لاشه‌های گوسفندان و گاوها زیر خروارها خاکه و خود این تولید بیماری میکنه، لااقل این آهک‌ها رو بریزیم اینا زودتر اجسادشون از بین بره، لاشه‌هاشون از بین بره. اینا هم تاریخ مصرفشون گذشته بوده. صلیب سرخ گفته ما نمیتونیم در اینجا، صلیب احمر چیه؟ هلال احمر، گفته ما در اینجا نمیتونیم کمکی بکنیم برای اینکه سپاه دست داره، همه کارا زیر دست سپاهه. یک خبرنگار هم اجازه نمیدن، یک عکاس، یک خبرنگار، یک فیلم بردار، اونم خارجی که اصلا، که بیاد در این مناطق ببینی چه خبره. بعد اینا همین الان که براشون مهم نیست، هزاران نفر ایرانی بمیرن، خب بمیرن، برای اینا مهم اینه که بگن آقا جمهوری اسلامی یک حکومت مردمیه، ولی در عین حال تمام پایتخت رو 6 روز 7 روز تعطیل میکنن، مردم میگن برین از ایران، از تهران بیرون، برای اینکه نباده یکی به خودش اجازه بده تظاهری بکنه. ببینید ترس اینا چقدره. بله، حالا این جالبه، آقای محمد حسین حسن عسقری، عضو کمیسیون امنیت مجلس، گفته که علارغم فشارهای غرب برای حضور نیافتن دبیرکل سازمان ملل متحد در این کنفرانس، وی فردا به تهران میآید، یعنی دیروز گفته، و تصریح کرد اگرچه حضور بانکیمون در جنبش تأثیر زیادی بر روند برگزاری اجلاس نخواهد داشت، اما مسئولان سازمان ملل متحد به خوبی میدانند که آینده سیاسی آنها در گرو حضور در اجلاس است. گفته که آقای بان کی‌مون برای حفظ موقعیت خودش در آینده در این کنفرانس شرکت کرد، چون متزلزل بوده وضعش. اینا گفتن از 120 کشور شرکت کننده حدود 45 رهبر شرکت میکنن. این خبرها نیست. آقای محمد مرسی رئیس جمهور مصر فقط 4 ساعت میاد در تهران. آقای پوتین به عنوان میهمان ویژه نیامد. آقای عبدالله گل به عنوان نماینده ویژه نیامد، دعوت ویژه نیامد. حتی آقای اردوغان هم نیامد، اون که هیچی. وزیر خارجه ترکیه اونم گفت من شرکت نمی کنم. یک نماینده ویژه می پرسن، یکی از اعضای وزارت خارجه، با سفیر ترکیه در تهران. پادشاه عربستان نمیاد، پادشاه اردن نمیاد، پادشاه مراکش نمیاد،
بیشتر این آدم ها نمیان، عربستان سعودی نمیان، این همه خرج میلیارد ها تومان داره برای کنفرانسی مصرف میشه که بسیاری از کشورها در شرکت نمیکنه. و این جالبه که اظهار نظر این نمایندگان جمهوری اسلامی اینی که ما با برگزاری این کنفرانس به دنیا نشان میدیم اولا مدیریت یعنی چی، و دوم از اون نشان میدیم که نفوذ جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت مقتدر در منطقه و جهان چقدره. اما همیهنان گرامی، سانجون، خدمت شما عرض کنم که مقام معظم رهبری سخنرانی کردند در برابر نمایندگان دستگاه دیپلماسی. گویا پریروز تمام سفرای جمهوری اسلامی رو به مناسبت برگزاری کنفرانس غیر متعهدها به تهران دعوت کردن و خب اینا خانی که گسترده شده بعد اونا هم بخورن یه مقداری دیگه، و اینا رفتن به حضور رئیس روضه‌خانه. مقام معظم رهبری سیاست‌های جمهوری اسلامی رو برای سفرای ایران در کشورهای مختلف تشریح کرد. توجه شما رو جلب میکنم همیهنان گرامی به قسمت‌هایی از بیانات مهم مقام معظم روضه‌خان بزرگ، و ببینید که ایشون که همین چندی قبل در صحبت‌های خودشون می‌فرمودند که این بیداری اسلامی سرچشمه گرفتن از انقلاب اسلامی سال 57، در این سخنرانی در حضور سفرای جمهوری اسلامی از خیلی از این مواضع عقب نشستن و دیگه از این صحبت‌ها نمی‌کنن. اما به این مسئله اشاره میکنن که غرب از هر حکومت اسلامی که در جهان با هر فرمی که باشه میترسه و میدونه که اینها برای غرب خطرناکن. چرا؟ برای اینکه اسلام یک دینی است که توش رأفت، انسانیت، برابری، توحید، همه اینا وجود داره. حالا فرم حکومت رو اگه فرق کنه ولی اسلامیتشون از بین نرفت. اینا رو مقام معظم روضه‌خان بزرگ یاد این گزارش افتادم که در افغانستان، چون ایشون گفته هر نوع حکومت اسلامی، در افغانستان طرفداران طالبان که حکومت اسلامی داشتن و الان هم برای اسلام دارن فعالیت میکنن، 14 نفر رو در یکی از استانهای افغانستان سر بریدن به دلیل اینکه در یک مجلس عروسی شرکت کردند و شادمانی کردند، رقصیدن، سر بریدن. چرا راه دور بریم؟ همین حکومت قدر قدرت جمهوری اسلامی با یک فتوای سخطی پیر فرزانه، رهبر کبیر انقلاب، بین 5 تا 10 هزار نفر از همیهنان ما رو در عرض 2 ماه در سراسر ایران قتل عام کردن. اینا همش از برکات جمهوری اسلامی و جمهوری های اسلامی در سراسر جهانه که حالا افتادن به جان هم دیگه. یکی از نمایندگان برجسته الازهر، دانشگاه الازهر در قاهره، گفته شیعه کفره و در اسلام ما شیعه نداریم چون کفر. حرفایی که شیعیان میزنن کفرآمیزه. و اینا رفته بودن یه حسینیه برای شیعیان در قاهره درست کرده بودن، بلافاصله درشو بستن بعد از این اظهار نظر. و این موضوع هم گفتن که سنی های ایران که تعدادشون 25 میلیون نفره اجازه تأسیس مسجد در کلان شهرهای ایران ندارن. اینا رو بسیاری از این کشورها دارن میگن.
اینا خیال کردن هر کاری تو تهران میکنن یا تو ایران میکنن اینا مخفی میمونه، هیچ کس نمیفهمه. بله، حالا فرمایشات ایشون رو، قسمت هایش رو براتون میخونم همیهنان گرامی، و ببینید که ایشون چه چیزهایی میفرماید. مقام معظم روضه‌خانه بزرگ در یک جا میگن که، یک جمله عرض کنم در زمینه توجه به عنصر معنوی در این فعالیت های شما، در همه تلاش های ما، آن چیزی که به تلاش ما برکت میدهد و اراده و عزم ما را راسخ میکند، توکل و توجه به خدای متعال و اخلاص است. در همه زمینه ها لازم است شما که در خارج از کشور زندگی میکنید، خودتان، خانواده هاتان و فرزندانتان به این عنصر احتیاج زیادی دارید. خب خدا را شکر میکنیم وزارت خارجه از لحاظ عناصر مؤمن و دارای روحیه انقلابی جزو وزارتخانه های خوب و غنی ماست، در این هیچ تردیدی نیست. بنده هم با فعالیت های برادران آشنا هستم، تلاش هایی که میکنن، مجاهدت هایی که میکنن، یعنی مخالفین تو کشورهای مختلف میرن مثل میکنوس میکشن، مثل فرخزاد میکشن، مثل کمک میکنن به کشتن شادروان بختیار، مظلومان، به همه کسانی که در خارج از ایران کشتنشون. اینو همین برادران مؤمن که نمایندگان یا آقای خمینی بودن و یا آقای خامنه ای انجام میدن، همین برادران انقلابی و مؤمن. بقیه رو گوش کنیم. خطاست اگر تصور کنیم بدون تکیه به قدرت الهی، بدون استمداد از قدرت الهی خواهیم توانست قدمی از قدم برداریم. کار با برکت آن کاریست که همراه با روحیه اخلاص و توان طلبی و استغاثه به پروردگار باشد. بعد ایشون در یه جای دیگه میگه من اطلاع دارم که در سفارتخانه های ما مراسم مذهبی گرفته میشود، در ماه محرم، در ماه رمضان، حتی روزخانی میشود، بعضی جاها سینه زنی می شود. اینها خیلی خوب است، اینها مظاهر و ظواهری است که چیزهایی را برای ما تأمین می کند، اما بیش از این لازم است انس با معارف اسلامی، لازم است انس با دعا، لازم است انس با قرآن، لازم است. کاری که شما دارید می کنید یک کار متعارف معمولی نیست. شما در یک جبهه دارید پیکار می کنید که با جبهه دیپلماسی دنیا متفاوت است. راست میگه. شما کدوم کشور دیدین که سینه زنی بکنن توی سفارتشون یا بیان زنجیر زنی بکنن؟ سفیر وای میسته، اعضای سفارت وای میستن، زنجیر میزنن، نمیدونم روزخانی میکنن، سینه زنی میکنن. بعدم یه عده از این آدمای بیکار و عرازل و باش که نانم اینا رو همه جمع میکنن تو سفارت، هیچ کشوری رو نمیدن. این فقط مختص دیپلماسی ایرانه، دروغگویی. ولی همینا امکانات میدن به تروریستای سراسر دنیا که برن انسانهای دیگر رو تکه پاره کنن، اونم نه با گلوله، با چاقو، همطور که بختیار این کار کردن، همینطور که فریدون فرخزاد این کار کردن، حالا میکنوس که با اسلحه کشتن یا مظلومانی که با اسلحه کشتن، اینا رو حالا میذاریم کنار. یا در زندانها به زنان تجاوز کنن، هیچ جای دنیا نمیبینید، چون ظاهر بد حفظ شه. ایشون در خاتمه گفتن که، در خاتمه نه، اضافه کردن که شما امروز را در جمهوری اسلامی مقایسه کنید با سالهای اول انقلاب، سالهای غربت، سالهای تنگ دستی و توی دستی، سالهای سختی همه جانبه، از طرف این طرف جنگ، آن طرف تحریم‌های بین‌المللی، آن طرف بستن همه راه‌ها به روی ما. اینها حرف‌هایی که تکرار شده، شماها هم می‌دانید، شماها هم خودتان همان روزها در همین عرصه‌ها و میدان‌ها بودید، یا در سپاه اینجاست که مقام معظم روضه‌خانه بزرگ لو میده که این سفیرا کوچی کاره بودن. میگه هم در بسیج بودید، هم در سپاه بودید، هم در شغلهای دیگه، نمیگه که مقامات امنیتی، شکنجهگاه ها، زندانبان ها، چون اکثر اینا همینن. نگاه کنید به وزرا، به نماینده های مجلس، هیچ کدوم اینا کسانی نیستن که به دلیل عرضه‌شون، به دلیل تحصیلشون و تخصصشون آمده باشن بالا، همشون یا زندانبانن یا نشان دادن در سبایت دست کمی از روزخانه ها ندارن، شکنجهگر بودن، زندانبان بودن، تو سفرهشون هم میتونه.
بعد از طی این دوران وحشیگری ها تازه میان در مقامات دولتی شغل میگیره. ایشون هم به همین اشاره داره، میگه که یا در سپاه یا در بسیج یا در مجموعه های فعال سختی ها را دیدن. امروز هم نگاه کنید، امروز جمهوری اسلامی گردنی برافراشته دارد، در حالی که شعارهایی که 30 سال پیش میداده امروز در کشورهایی که 30 سال با ما دشمنی کردن دارد تکرار میشود. اینها موفقیت نیست، پس چیست؟ بعد اینجا رو گوش کنید، میگه من در آن جلسه بیداری اسلامی گفتم که اوائل انقلاب جز چیزهایی که ما تصور میکردیم این بود که بازتاب حرکت انقلابی ما در کشورهای گوناگون اسلامی و در درجه اول در مصر تحقق پیدا کند. از مصر هیچ صدایی بلند نمیشد. حالا من آنجا یک شعر عربی خواندم، عربهایی که در جلسه بودن فهمیدن که من چه دارم میگویم. اما امروز مصر، مصر حسنی مبارک، مثل انور سادات، مثل پناه دهنده به محمد رضا شاه مطرود، از همه جا حتی از آمریکا در اختیار مردمی است که شعار الله اکبر میدهند، نماز جماعت میخوانند، شعار اسلامی میدهند، حکومت اسلامی را مطرح میکنند. پیشرفت یعنی این، استقامت یعنی این، قدرت یعنی این. هیچ کاری نداریم به این که بگوییم آنها از کی یاد گرفتند. دیگه اینجا حرفشو عوض میکنه. خوب است این حساسیت ها را اصلا ایجاد نکنیم. چه لزومی دارد بگوییم آنها از کی الهام گرفتن؟ نه، بحث الهام گرفتن نیست، بحث این است که حرفی که ما 30 سال از داریم میزنیم امروز در شمال آفریقا، در خاورمیانه، در خلیج فارس این حرف ثبت شده. امروز ایران اسلامی این است، همه این تلاشی هم که شما مشاهده میکنید علیه جمهوری اسلامی میشود، تحریم های همه جانبه، کارهای گوناگون، فشارهای سیاسی، تبلیغات مختلف، به خاطر موفقیتی است که جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی پیدا کرده است. بعد رئیس روزخانها اضافه می کند، من به شما عزیزان توصیه می کنم که با صحیفه سجادیه انس بگیرید. ببینید به سفیرها چی میگه امیرانی، به نمایندگان دیپلمات ایرانی چی میگه. دعای پنجم صحیفه سجادیه را مکرر در مکرر بخوانید. این دعای پنجم صحیفه سجادیه مال ماست. همه ادعیه صحیفه سجادیه همینطور است. آنجایی که ما را به یاد مرگ میاندازد، آنجایی که ما را از لغزش ها برحذر میدارد، آنجا که عظمت معنویت دستگاه الهی را از پیامبر و یاران و ملائک الهی را به رخ ما میکشد، اینها همش برای ما استحکام بخش است. توجه کردید؟ در جای دیگر ایشون می‌فرماید واقعیت‌های صحنه را باید نگاه کرد. حرکت عظیمی اتفاق افتاده. حرکت، حرکت مردمی است. نشان دهنده بیداری است. این بیداری شکل اسلامی دارد. نه اینکه همه آنهایی که تو صحنه هستند معتقد به حکومت اسلامی باشند، و نه اینکه آنهایی که معتقد به حکومت اسلامی هستن مدل ما را قبول داشته باشن. اینها نیست، اینها تحلیل‌های ضعیفی است. اینجوری نمی‌شود فرض کرد. اما این حرکت، حرکت عمومی است. حرکتی است متکی به مردم. مردم هم حتی ملی‌گراهاشان، حتی وطنی‌هایشان، احزاب غیر اسلامی‌شان بالاخره شخصا مسلمانند. این تحلیل درستی بود که خود غربی‌ها کردن و گفتن امروز در هر کشوری از کشورهای منطقه خاورمیانه که انتخابات بشود اسلامی‌ها سر کار می‌آیند. الان هم همین جور است. بعد از این هم تا مدت‌ها همین جور خواهد بود. باید با چشم این باید با چشم باز این مسائل را نگاه کرد. حوادث اروپا هم که در پی مشکلات اقتصادی به وجود آمده خودش یک داستان مفصلی است. این حوادث مهم و بی‌نظیر است. این جور حادثه‌ها را ما دیگر سراغ نداریم در این کشورها. به شکل زنجیره‌ای و سریالی از آمریکا گرفته تا داخل کشورهای درجه یک اروپا این جور مردم شعار بدهند، این جور بیاین توی خیابان‌ها، اینها چیزهایی است که سابقه ندارد. در گذشته منطقه ما یک چنین وضعیتی را نمی‌دیدیم. باید دیپلماسی را بر اساس استوار کرد. جمهوری اسلامی حرف نوینی دارد. این حرف نو عبارت است از مردم و ارزش‌های الهی. این دوتا باید با هم توأم بشوند و حرکت‌ها و جوامع را شکل بدهند. این حرف ماست. ارزش‌های معنوی، ارزش‌های الهی همراه
با اراده مردم، نه تحمیل بر مردم. این حرف جدیدی اسلامی است که از خود کلمه جمهوری اسلامی هم برمی آید. ما هم جمهوری هستیم هم اسلامی هستیم. این را بایستی تبیین کرد و شما برای این کار میدان دارید و می توانید حرکت کنید. خوشتون آمد. متکی به مردم، متکی به الهیات. به به، چه کشوری ساختن، چه بهشتی رو به وجود آوردن. همینان گرامی، من و شما حالیمون نیست. دروغ میبینید، تو چشم مردم ایران دروغ میگن. میگه حکومت ما متکی به مردمه، بر آرای مردم، نه تحمیل بر مردم. همین کنفرانس، این تور امنیتیش نشون میده که ایشون چقدر راستگوه. این آقا کسی بود، این رئیس روزخانها، میگفت تمام این انقلابات، این بیداری اسلامی، نمیگفت بهار عربی، اینا سرچشمه گرفتن، سرچشمه گرفته از انقلاب سال 57. حالا میگه اصلا به ما هم ارتباط نداشته باشه ولی اسلامیه. چون میدونی که از سوریه گرفته لیبی، مصر، تونس، همه اینها، بسیاری از ایرانیایی که رفتن اونجا حتی برای کمک، مثل هلال احمر ایران رفته به لیبی، دستگیرشون کردن، هم 7 نفر رو، هنوز هم از سرنوشتشون خبری نیست. همشون هم اسلامی هست. حالا دیگه رئیس روزخانها عقب نشسته از حرفاش، دیگه نمیگه اینا از ما الهام گرفتن، میگه بالاخره ولی اسلامی هست دیگه، حتی ملی هاشون. آقای احمدی نژاد هم عمیانان گرامی رفته یه رونمایی کرده از 8 قلم داروی بیولوژیک. بعدم گفته که در دنیا 170 داروی بیولوژیک ساخته میشه که ما بسیار جلویی، هیچ کشوری مثل ما نتونسته با این سرعت دارو تولید کنیم و ما امیدواریم در آینده نزدیکی 80 تا داروی بیولوژیک درست کنیم و به دنیا عرضه بکنیم تا بدونن که ما چگونه داریم با قدم‌های بلند رو به پیشرفت می‌ریم. یک سری دروغ و دغل هم این یکی بافته. اما یک گزارش دیگری رو دیدم امروز، همیهنان گرامی، راجع به فروش اسلحه از طرف آمریکا. این گزارش رادیو فرداست. میگه بر اساس تازه ترین گزارش ها از میزان خرید و فروش تسلیحات در سال 2011، ایالات متحده آمریکا بزرگترین فروشنده تجهیزات جنگی در جهان و عربستان سعودی بزرگترین خریدار این نوع کالا بوده. میزان فروش آمریکا در این سال نسبت به سال پیش از آن 3 برابر شده. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از گزارش سالانه‌ای که برای کنگره آمریکا تهیه و تدوین شده، این کشور در سال 2011 از نظر فروش تسلیحات به مشتریان خارجی خود رکورد شکسته و فروش خود را 3 برابر رسانده است. بی خود نیست همیهنان گرامی. در خیلی از زمینه‌ها شما تعجب میکنید، میگن آقا این تحریم‌ها وجود داره، ولی بعد میگن میزان صادرات شرکت‌های آمریکایی به جمهوری اسلامی 4 برابر شده. همینطور بانک‌هایی هستن که هی کش میشن که با جمهوری اسلامی زیرکی رابطه داشتن. غرب، همیهنان گرامی، من بارها گفتم الان در شرایط فعلی به لولوی جمهوری اسلامی احتیاج داره. نوشته بعد از عربستان سعودی، امارات متحده عربی دومین کشوری است که بیشتری خرید اسلحه رو از آمریکا کرده. بعد از آمریکا میگه این فرانسه است که بیشترین فروش داشته، 2 برابر. اما روسیه و بسیاری از کشورهایی که اسلحه میفروختن دیگه نتونستن اسلحهشون، خیلی خیلی حتی 2 برابر بعضی‌ها فروششون کم شده. بنابراین همیهنان گرامی، لولوی جمهوری اسلامی برای منطقه بسیار لازمه.
سپاسگزارم که به برنامه من توجه کردید. تا برنامه فردا، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.